با سلام خدمت همه دوستان عزیز امروز میخوایم مبارزه یک ایرانی رو دوباره براتون گزارش بکنیم در سازمان KOK در کشور ترکیه که مخفف کینگ King of کینگز هستش فایتر خوبمون از کشور ایران مسعود مینایی در مقابل کوین هسلینگ چهره کوین هسلینگه که داره وارد میشه از کشور هلند کیک باکسر خوبیه مویتای هم کار میکنه اومده که مسعود مینایی رو شکست بده ببینیم چه اتفاقی میافته کوین هسلینگ همین چهره پر قدرت ماشاءالله بعدا روزنامه همه تتو میاد که وارد رینگ بشه خیلی دیدین موقع وارد شدن تو یه اتفاقی براشون میفته پاشون گیر میکنه پرت میشن خیلی بعد اون اولی همچین اتفاقی بیفته ورود فایتر ها خیلی مهم مگی یادتون باشه مثلا کانر مگریگر چه جوری با اعتماد به نفس بالا میمد یا فدور ملیان کو چه جوری ریلکس میمد هر کسی دیگه شگرد خودشه داره و اینم چهره مسعود مینایی مسعود مینایی قدش 1.82 متر شده دو کیلوگرم وزن داره عریفش هم باشه 70 کیلو سبکش مویتای و کیک باکسینگ از سال 2012 هم داره فعالیت میکنه این مبارزه هم 28 سال 2019 برگزار شده در کشور ترکیه و پر از افتخارات هست مسعود مینایی در وزن 72 یک کیلوگرم در بازی جهانی مدال نقره گرفته قهرمان موتای آی اف فدراسیون بین المللی آماتور موتای بوده از سال 2010 تا 2017 بازی های ساحلی 2016 مدال طلای موتای گرفته بازی های داخل سالن آسیایی مدال نقره مویتای گرفته سال 2013 در 67 کیلوگرم و فدراسیون جهانی آماتوری مویتای هم مدال برونز قهرمانی مویتای داره در سال 2012 در وزن 67 کیلوگرم مدال طلای WPKA قهرمانی کیک بوکسینگ اروپا هم داره سال 2007 و هم در آماتوری موفق بوده هم در حرفه ای اینجا مبارزه حرفه ای داره انجام میده و اینم حریفش کوین هسلی از کشور هلند که واقعا مهد کیک باکسینگ بزرگان این کشور داشته آلیستار اوورین بوده پیتر آرس بوده و واقعا میتونیم بگیم یه جورایی مهد کیک 26 سالش مسعود مینایی عرض کردم قدش 1.82 اینجا وزنش 75 کیلوگرمه 32 تا مبارزه کرده 29 تا برد داره و البته رکورد کیک باکسینگی که داره برای خودش دو کل مبارزاتش 22 تا است 22 تا مبارزه کرده که 18 تا رو برده 10 تا رو با ناکاوتی و 4 تا باخت داشته محسود مینایی که تشویقش هم میکنن در کنار مربیش ببینیم چه اتفاقی میفته در این مبارزه مهم و یه نیکنیمی ای داره خیلی جالبه به نام قاتل خاموش مسعود مینایی قاتل خاموش قاتل خاموش تا اونجایی که من یادم مونوکسید کربن بود ماشالله داور مونوکسید کربن بود ببینیم مسعود مینایی نقش مونوکسید کربن رو میتونه بازی کنه در این مبارزه یا نه وزن هر جفتشون 75 کیلوگرمه حریفش 1 متر 85 قدش خب 3 سانت بلندتره 32 سالشه مسعود مینایی 26 سال مسعود مینایی اینجا جوان‌تره حریفش با تجربه تر هستش آمادیم که مبارزه رو براتون گذاشت کنیم مبارزه از همین لحظه آغاز میشه مسود مینا یه دونه میگه سیکشن کی که محکم و میزنه به حریفش حریفش چقدر گارد قشنگ مویتایی گرفته مسئول مینا یه نمه گاردش باستره آماده تره برای همراه هم حریفش های کیک لو کیک مسئول مینایی هم های کیک میزنه جفتشون توفانی شروع کرد یه پوشکیک یه دونه دیگه میگه میزنه مینایی آروم میگیره یه دونه دیگه کیک به شکمش بهش لیور کیک هم میگن ضربه ای که به کبد بخوره بهش میگن لیور کیک و حالا یه برنامه میسازیم دلیلش چی باز دوباره یه دونه دیگه کیک ببینید که چقدر قشنگ گاردش هم ساپا هستش مسعود مینایی ولی حریفش گاردش ارتودکسه یه لوکی که دیگه از حریفش کوین هست یا کیک کیک از مسعود مینایی یه دونه هم. لفوک جفتشون دارن خوب کار میکنن پوشکیک میزنه حریفش دوست داره مسعود بندازه عقب که یهو ضربه بزنه مسعود اینجا سر بهش نمیده چند تا ضربه دیگه هم میزنه یه دونه دیگه کیک به شکمش و مبارزه ادامه پیدا میکنه ماشالله چه دستکش شادی هم داره کوین هسلینگ یه پوشکیک دیگه یه دونه کیک باز دفاع میکنه جفتشون خوب دارن کار میکنن هر جفتشون یه هوک یا است اسلینگ کامبینیشن خوب مسعود مینایی یه هایکی که دیگه جفتشون گاردشون یه ذره بیاد پایین کارشون تموم و انقدر وحشتناک هایکی میزنن میت سیکشن کیک یه هایکی دیگه از کوین که نمیخوره یه دونه زانو کامبینیشن عالی از مسعود مینایی پوش کیک ببینیم حریفش چه پوش کیکایی میزنه ولی بله خب پرت نمیشه مسعود مینا عقب یه دونه پوشی که دیگه یه دونه میت کیک تذکر میده داور که پا رو نگه نداره کیک چقدر قشنگ با کیک دارن کار میکنن اصلا انگار کیک بوکسینگ نیست تکواندو شده فقط پا دارن میزنن ببینید های کیک های کیک پشت سرهم هم اینجا خالی خوب یه لوکیک کامبینیشن عالیه مسعود مینه گاردش هم خوب عوض میکنه هم ساپا کار میکنه هم ارتودکس الان باز دوباره ساپا هستش هلو کیک یا های کیک هست کوین <applause> باز دوباره ببینی پشت سر هم ضربه میزنه مسعود مینایی ای باری کلا اصلا آروم و قرار نداره یه دونه لف پانچ یه دونه های کیک ضربه های محکمی رو داره وارد میکنه پشت سر هم آها اینجا گیرش انداخت ببینی گیر انداخته ضربات پی پیو داره به حریفش وارد میکنه گوشه رینگ یه دونه رف بانچ یه هایکی که دیگه 20 بیش ثانیه بیشتر تا پایان راند اول باقی نیست ببینیم چه اتفاقی میفته حریفش باز با پوشید میخواد دور بکنه مسلمین هایی ول نمیکنه هایکی کارو پشت همه داره میزنه ببینی بله کار خودش رو کرد یه دونه هایکی که عالی میزنه و حریف رو ناکات میکنه حریف تموم داور داره میشمره و اصلا تکون نمیخوره گوشه ای رینگ اومد پایین رفت بیرون رینگ و تمام و تمام پیروز مبارزه میشه مسعود مینایی چقدر قشنگ پشت سر هم های هایکیک هایکیک های و یه لحظه گارد حریف پایین بود کپسول اکسیژن آوردن مثل اینکه واقعا پس این قاتل خاموش واقعی بود مونوکسید کربن رو اینجا مثل اینکه پخش کرد دیگه اکسیژن هم آوردن برای حریف که دیگه تموم کنه قاتل خاموش مسعود مینایی میاد احترامم میذاره به حریف خودش باریکلا این کار رو انجام میده و در راند اول دو دقیقه و پنجاه ثانیه از راند اول گذشته بود و تنها ده ثانیه مونده بود که بریم توی راند دوم پیروز مبارزه میشه سحنای های سر ببینید اینجا یه دونه رای توک. همینو یه دونه های کیک زد از بالای گارد طرف گاردش هم بسته بود و بالای دستکش انقدر باز بود زد نگاه کنید دستو که میزنه اینجا بوم بالای دستکش بزنه و تموم میکنه کار رو و تموم میکنه کار رو باری کلا به مسعود مینایی که چک کرد و کارو بست کارو بست قاتل خاموش کجا پرد کرد حریفو کجا پرد کرد حریفو و خوب کار کرد واقعا میتونیم بگیم خوب کار کرد راند اول بدون حرف و حدیث اصولا وقتی های کیک میزنن بعضی وقتا حتی با دو تا دست دفاع میکنن که <applause> اون نیرو منتقل نشه ولی بالای سر باز بود استاد این ضربه هم مرکو کروکوب بود مرکو کروکوب کروات که عجیب این ضربه رو میزد و حریف رو مینداخت هم کمرمند دویلیو که که مرای مسعود مینایی هستش پرقدرت در راند اول مربیاش هم هستن و کوین هسلینگی که تازه خواب پا شده قاتل خاموش چه کرد باش و پیروز این مبارزه شد و واقعا مارم خوشحال کرد من واقعا خیلی خوشحال میشم که یه هموطنمون پیروز میشه اصولا در حتی خارج از کشور و پرچم میبرن میبرم بالا باری کلا به مسعود مینایی میاد بازم احترام میذاره به حرفش و همیناست که میمونه دوستان دمتون گه که تا الان ما رو دنبال کردین و لطفا ما رو لایک بکنید دوستان من خیلی دیدم ما لایکمون کمه ویومون میره بالا سابسکرایب ما خوبه لایک کم میکنین اگه خوشتون میاد لایک رو بزنید لطفا دیگه دمتون گرم و خیلی از انرژیتون خوشم میاد آخر برنامه ویدیو دیگه بهتون پیشنهاد میشه از اونو هم استفاده بکنید و مرسی از اینکه همیشه انرژیتون رو به ما میدین این انرژی شما خیلی برای ما مهمه با انرژی باشین دمتون گرم خدافظ